بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هر چه داریم همه از آن او. سلام و عرض درود و بسیار احترام تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، عزیزانی که برنامه خودتون، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. انشالله که همیشه صحتمند و سلامت باشین در این روز بسیار بسیار زیبای بهاری، در این هوای ابری و بارانی کابل. مهمان خانه های پر از لطف، محبت، صفا و صمیمیت شما عزیزان و دوستان خوب من هستیم. انشالله که عزیزان تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید و انشالله تعالی از این برنامه همچون دیگه برنامه راشون استفاده بکنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم علیزاده هستیم. اجازه بدین یک سلام احوال پرسی با ایشان داشته باشیم، بعد از گفتگو رو آغاز میکنیم. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما خان بینی جان و بینندگان خوب این برنامه، هر جایی که هستین انشالله جانتون جور باشه و روزهای خوش بهاری را به خوبی بگذرانید. انشالله. بسیار تشکر از شما خانم علیزاده عزیز. اما بینندگان خوب ما، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 را که فراموش نمی کنید انشالله در اختیار شماست و هر زمانی که بخواید 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، هر زمانی که بخواید از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید. نظرات خودتان، انتقاد و یا پیشنهادی اگر در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه دارید، اگر کدام موضوع است که شما با اون مواجه هستید و میخواید که کارشناسان محترم ما در مورد خاص اون موضوع صحبت بکنن، انشالله حتما به ما بگویید. ما سعی میکنیم که انشالله با موضوعات مختلفی که شما برایتون مسئله است با او بپردازیم و در برنامه مطرح شد. اگر کدام سوال از کارشناس محترم امروز خانم علیزاده دارید، هم میتونید که همین الان از طریق واتساپ و تلگرام سوالات خودتون را برای ما روان بکنید. موضوعی که امروز مطرح میشه موضوع اختلال دو قطبی در کودکان است که شاید ما و شما کمتر شنیده باشیم. خانم علیزاده، وقتی که با کودکان فکر میکنیم بسیار برامون عجیب میرسه که اگر تصور کنیم درگیر یک کدام مشکل روانی یا مسئله روانی جدی باشند، عموما فکر میکنیم این مسائل برای بزرگترها پیش میاد و اطفال گرفتارش نمیشن. در این مورد صحبت بکنیم که اولا چیست اختلال دو قطبی و دوما چگونه میشه که یک طفل گرفتاری مسئله میشه. بله، خب موضوع کلی برنامه ما که در مورد اختلالات رفتاری و روانی هست و گپ میزنیم و امروز میخواییم با اختلال قطبی آشنا شویم. بله. که چی هست و چی عوامل داره، چی آثاری داره، چی پیامدهایی داره و چگونه درمان میشه. بله. اختلال قطبی را شاید بینندگان عزیز کمتر شنیده باشه و یا آشنایی کمتر داشته باشه با این واژه. اگر به تعریف از او بپردازیم خانم بیان جان، همونطور که از اسمش پیداست به نام اختلال دو قطبی، یک چیزی معادل دو خویه‌ای که ما میگیم در اصطلاح مردم ما، یعنی که فردی که دارای دو اخلاق متفاوت هست، فردی که گاهی وقتا بسیار شاد است، پر انرژی هست، بسیار یک روحیه بالایی داره و به اصطلاح روانشناسی خلقش بالا میره، ولی باز هم یک مدتی دیگه باز نگاه میکنه همین فرد بسیار غمگین و گرفته و بسیار آرام و ساکت و بی انرژی میشه که به گونه ای که به اصطلاح روانشناسی خلقش پایین میایه. پس بنابراین اختلال قطبی یعنی فردی که دارای تغییرات خلقی است، گاهی بسیار خوش است، سرزنده و شاداب است، گاهی بسیار گرفته و ناراحت و ساکت و بی انرژی است. به این میگیم اختلال قطبی. ناگهان رخ میده و یکی به تدریج یک دوره ای داره اختلال قطبی. رفتر که ما شاید در بین خود مشاهده کنیم فکر میکنیم که مخصوص بزرگسالان است و بیشتر بزرگا گرفتار از است، ولی خب ریشه در دوران کودکی داره. وقتی اگر مادر ما یک مقدار روی رفتار بچه‌ها دقت کنه و هوشیارانه بچه‌های خود، رفتارهای بچه‌های خود زیر نظر داشته باشه، گاهی وقتی تغییرات خلقی رو واقعا در بین بچه‌ها می‌بینیم که بسیار وجود داره. خب در بزرگسالا تفاوتش با کودکان اینه که در بزرگسالا این دوره‌ای که تغییر میکنه کمی طولانی تر است. مثلا ممکنه یک ماه یک فرد بزرگسال مثل ما و شما بسیار سرزنده و خوشحال و شاد و پر انرژی باشه، باز یک ماه دیگه گرفته و آزرده و ناراحت و غمگین باشه، ولی در کودک باز فرق میکنه. ممکن
ممکنه این دورانش کوتاهتر میشه، گاهی وقتا به یک هفته، گاهی وقتا به یک روز و حتی به چند ساعت هم میرسه که پیش از زور باز یک خوی داره بسیار شاد باری، باز بعد از زور یک خوی دیگه پیدا میکنه که مادر میمونه که با این کودک خود چگونه رفتار کنه. وقتی صبح مثلا بلند میشه بسیار با انرژی سر حال میگه همین روز بسیار خوش دارم، تفریح برم میله برم. وقتی که آماده میشه خانواده میگه خب باشه باز میله بریم دم خوش تر شون، با تصمیم خود نه من حوصله‌اش رو ندارم، من جانم جور نیست یا خوش ندارم بروم، یا خود آدم مریضی میزنه، به هر علتی آدم میمانه که این کودک ما که 2 ساعت پیش بسیار هوایی بود و خوشحال و سرزنده بود چطور میشه که هیچ عامل دیگه هم وجود نداشته، هیچ مشکلی دیگه هم در خانواده ایجاد نشده، چرا تغییر رویه میده، چرا خلق از این تغییر میکنه، چرا در یک لحظه این تغییر احساسی میده و میگه من حالا حوصله‌اش ندارم. خب خانم علیزاده قبل از اینکه در مورد عواملش بگیم، من خب به ذهنم رسید که همین آدم‌های دو خویه معمولا ما در خانواده و فامیل اطراف میبینیم، عموم دیگه افراد سعی میکنه که رعایت احوال او رو بکنه و پذیرفتن که همین نفر همین رقم است و تغییر هم نمیکنه، آیا درمان پذیر است چنین مسئله؟ بله درمان، ببینید کلا اختلالات رفتاری و روانی درمان قطعی نداره، مثل مشکلات جسمی نیست که من بگم که می عملی جراحی رو که انجام بده خوب میشه یا همی دوا رو که بخوره قطعا خوب میشه، نیاز به زمان بیشتری داره، نیاز به کنترل بیشتری داره و قطعا بسیار هم خانواده ازو دخیل است، هم خود ازو دخیل است، هم اطرافیان ازو دخیل است، کلگی باید کمک کنه تا یک کسی که دچار یک اختلال رفتاری و روانی است به تدریج با یک زمان طولانی تری باعث میشه که درمان شه و کنترل شه و رفتارش و حالت بهبودی پیدا کنه. و چقدر هم سخت است خانم علیزاده چنین مواردی، اگر برای بزرگسال باشه سختی خود داره، بله، اما برای کودک هم برای یک طفل هم بسیار سخت است، پدر مادر ایران میمونن که چطور با این طفل رفتار بکنن و بالاخره اول زندگیش نیازمند با یک برنامه ریزی صحیح است برای که بالاخره پله های موفقیت را بپیمایه، ولی خب با این خلق و خویی که دائما متغیر است بسیار سخت است. خب بسیار از مادرها گله داره که یک روز بچه مکتب میره بسیار شاد و پر انرژی میره، سوابش میگه من نمیرم. بله این مادر میمونه که با چی رفتاری بکنه. یا یک فرد بزرگسال در نظر بگیرین، یک کسی که همسر خانواده شده، پدر خانواده شده، یک روز خوش و سرزنده است، بسیار رفتار خوب داره با اولادا، بسیار مثلا اهل کار و فعالیت میشه، بسیار سرزنده و شاداب میشه، باز یک هفته دیگه سعی میکنه که بسیار در خود فرو میره که گپ باش زده نمیشه و واقعا مادر خانواده میمونه که چه رقم رفتار کنه با این همسر و این چرا این اخلاق داره، واقعا به خود از اولادام میمونه که چرا پدر ما این رقم چرا ثبات اخلاقی نداره. خب در حالی که دست خودش نیست، ممکن است در کودکی هم همین مشکل را داشته ولی خب پدر مادر از او تشخیص داده نشده، نداده یا درمان نشده متاسفانه و خود فرد حتی هم آگاهی نداره در مورد خلق خوی خودت که خب خوبه که همین رقم برنامه ها باعث میشه کمی ما اگر بزرگ سال هستیم، اگر دیگران در مورد ما یه انتقاد داره که ثبات خوی اخلاقی نداریم، کمی فکر کنیم که واقعا من این نشانه ها را دارم، چرا من ثبات اخلاقی ندارم، چرا خلق من گاهی بالایه گاهی پایینه، چرا گاهی وقتا بسیار احساس سرزندگی و شادابی و انرژی میکنم، باز برعکس از گاهی وقتا افسرده و ساکت و منزوی و بی تحرک میشم، میلم بسیار کم میشه نسبت به تحرک، چرا این گونه هست؟ خوبه که ما بشناسیم. از کودکی اگر شناخته شود خب راحت تر درمان میشه و این نمیمونه که در بزرگسالی که مشکلات از باز بیشتر میشه، قطعا بیشتر میشه. بله. پس این بسیار مهم است که خانم علیزاده ما نپذیریم، گاهی اوقات ما به خود پذیری میرسیم، میگیم من امیم که هستم یا بچه‌م اولادم امی است که هست که تغییر نمیکنه، خویش هم نیست، گاهی اوقات است که یک مشکل جدی تری وجود داره که با مداخله پزشکی، با مداخله دکتر یا رفتار درمان این مسئله براحت ممکنه که حل شود. بله متاسفانه به خاطری که سطح اطلاعات یا آگاهی خانواده کمتر هست نسبت به مسئله، ما بیماری های جسمی رو جدی میگیریم، بله، میریم به دوا و دکتر رو بالاخره گور درمان میکنیم، ولی بیماری های اخلاق رفتاری و روانی رو متاسفانه میپذیریم که همین گونه هست و تغییر نمیکنه و ما باید باش کنار بیایم، ما باید مراعات کنیم، امی همسر من میخوی داره دیگه چیکار کنم من؟ و خود از اون پذیرفته من میخوی دارم باید بقیه با خوی من کنار بیایه. یا کودک من یک خوی خلق و خوی اینگونه داره
خب من میگم خوی کودک است، این بچه من میره خانه است چیکار کنم؟ میره فکر میکنم که راهی درمان نداره بله و به او خلق از من عادت میکنم، خانواده عادت میکنه، در حالی که این خلق و خوی هم اول به خود کودک آسیب میرسانه، اول به بعد به خانواده خانواده آسیب قطعا میرسانه بله و بعد هم که وارد اجتماع شه و قطعا جای کار کنه، جای تحصیل کنه، و دیگران هم این آسیبا میرسن میرسانه. بله گاهی اوقات به اشتباه فکر میکنیم یک نفر خوی بد اگر دار یا چنین است او را سعی میکنیم موعظه کنیم، پند و اندرز و نصیحت بکنیم. خب گاهی اوقات از نصیحت نمیشه، یک مشکل، یک بیماری محسوب میشه. اگر همه از پند و اندرز میشد که الان دیگه جهان گلستان بود، دیگه مشکلی ایجاد نمیشد. بله بله دقیقاً بله درسته. بسیار تشکر خانم علیزاده، یک میان برنامه را فکر میکنم الان خشمه. ببینیم بهتر است، پس بعد از او در خدمت شما خواهش خواهیم بود. تشکر. بینندگان عزیز محترم، برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی پخش میشه و از طریق نرم افزار و اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی برنامه رو میتونید ببینید. برنامه گذشته هم موجود است برای سایت، میتونید که ببینید، انشالله استفاده بکنید. از طریق فضاهای مجازی دیگر، یوتیوب، آپارات و دیگر فضاهای مجازی میتونید که ما رو دنبال بکنید و همچنان کانال تلگرامی برنامه هم هست و همچنان شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 را باز هم تاکید میکنم حتما همین الان یادداشت بکنید و همین الان میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید. یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان به گفتگوی خودمون با کارشناس محترم خانم علیزاده روانشناس تربیتی ادامه میدهیم با موضوع اختلال قطبی در اطفال. خانم علیزاده، شما در مورد اختلال قطبی توضیح دادید، دو قطبی بله، اما خب مسئله که برای ما سوال است که چه چیز باعث میشه که یک نفر او هم در طفولیت و در سن بسیار کم گرفتاری مسئله شود؟ بله، روی عوامل و زمینایی که باعث ایجاد همین اختلال میشه میخوایم گپ بزنیم. یک ببینیم به طور کلی در ایجاد اختلالات رفتاری و روانی ژنتیک حرف خود میزنه. بله، و این رقم نیست که ما یک عامل اصلی بگیم و بگیم حتما این ژنتیک تاثیر خود داره، نه. در کنار ژنتیک تاثیر داره به این معنی که یعنی اگر در فامیل کسی باشه بله. احتمال اینکه بله یکی مثلا باشه. پدر مادری که خود دچار اختلال دو قطبی است، احتمال اینکه اولاد از با دچار مشکل باشه هست. در فامیلی که افراد پیدا میشه که دچار اختلال قطبی است، احتمال اینکه خواهرزاده از او، برادرزاده از او، به هر حال در او فامیل این بیماری رواج پیدا کنه و یا داشته باشه، ممکن در دو سه نسل باز تکرار نشه و در یک نسل دیگه این وجود داره. بله، اما که میبینیم که مثلا یک نفر خانم علیزاده مثلا دو خویه است یا بد خویه است، میگیم از رد پدرش رفته، بله، پدر کلانش بوده، مامایش بوده، کاکایش بوده، بله، یه رقم هست. اما عوامل محیطی هم تاثیر خود داره. بله. مثلا کسی که اختلال قطبی دو قطبی داشته، مادرش داشته و فرزند از او از لحاظ ژنتیک ای استعداد داره که این زمینه را داره که دارای اختلال دو قطبی شه، اما محیط از او غنیه، اما در یک خانواده کلان میشه که شرایط مساعدی داره، بنابراین دچار این اختلال نمیشه. منظور شما از شرایط مساعد ببینید چیست؟ نابسامانی های خانوادگی را نداشته باشه، جنگ و انتحاری را نداشته باشه، تروما را تجربه نکرده باشه. خب این عواملی میشه که یک زندگی داشته توأم با آرامش. پس بنابراین اگر این یک شرایط نامساعد تجربه میکرد، چون زمینه خانوادگی را داشت، قطعا بروز میکردی بیماری. پس اما زمینه خانوادگی داره ولی شرایط مساعده، بروز نمیکنه.
و این مواردی که شما فرمودید، پس احتمالی که مثلا یک طفل که در کشور ما افغانستان به دنیا میاد متاسفانه گرفتار این مرض شود بیشتر است به نسبت یک طفلی که در یک کشور امن بله. زندگی میکنه. ناملایمات زندگی، ترومه‌هایی که تجربه میکنه. ببینید، تروما میشه گفت که در یک علت پزشکی داره، یک علت روانی داره. ترومای روانی هم بهش میگه. پزشکی به این صورت است که یک فردی مثلا راننده است، میره دراور است، میره در خیابان، تصادف میکنه. از آن بر اثر این تصادف ممکنه ضربه ده وارد شود، بالاخره دچار شکستگی و مشکلات دیگه شود. بعد از اون این صحنه میترسه و این استرسی که ده وارد میشه یک ترومای هست ده وارد میکنه. بعد از اون هر ماشین رو ببینه ترس میترسه، دیگه بعد از اون رانندگی نمیکنه. خب این یک آسیب جدی دیده، یک آسیب جسمی دیده نسبت به یک رویداد فیزیکی. اما گاهی رویدادهای فیزیکی آسیبهای روانی ایجاد میکنه بر فرد. کسی که انتحاری دیده، کسی که جنگ دیده، کسی که خون و خونریزی دیده، قطعا اگر خودش آسیب جسمی ندیده، مثلا خودش دو سانحه نبوده، خودش مشکلی ایجاد نکرده، ولی همین شوک روانی که ایجاد میشه، یک انرژی منفی بسیار شدیدی که به فرد ایجاد میشه و فرد قدرت هضم او انرژی را نداره، به صورت یک تروما دو فرد ایجاد میشه، بروز میکنه خود، که میتوانه زمینه اختلال روانی شود. مثلا یک همسری که خیانت همسر خود دیده، ببینید خود او دخیل نبوده، نه درونی نه جسمی، ولی آسیب روانی که ای خیانت به او وارد میکنه باعث میشه که این فرد دچار اختلال روانی شود. و یا همین جنگی که خود فرد او دخیل نبوده، آسیب جسمی، ولی همون وحشت از او باعث میشه دچار استرس شود، دچار اختلال شود. در تایید خانم علیزاده گفته شما، ما چند وقت پیش یک گفتگو داشتم با یکی از دوستان روانشناس در شهر کابل که در غرب شهر کابل فعالیت میکردن و به خانوادهایی که اینا دخترایشون در حوادث تروریستی مختلف در مکتب سید الشهدا، در دقیقا. مکتب کاج، قبل از او در دانش، من نمیدونم که نامایش چی بود، انتحاری های فراوانی در همین انتحاری هایی که شده، این اطفال دیده بودند که دوستانشون چگونه آسیب میبینن، دست و پای کنده، شهید شده، سرها بریده، خونهایی که ریخته شده، این تصاویر که دیده بودند. همین نفر که خودش روانشناس بود میگفت که اینا دیگه نمیتونن تا نهایت عمر یک زندگی سالم داشته دقیقا. باشن. از اون که کسی که شهید شده راحت تر شده، یعنی مانده و در ظاهر سالم مانده، بله در ظاهر ازو. کاملا سالم است، هیچ آسیب جسمی ندیده، ولی ترومایی که روحش درگیر شده، مسئله که روحش رو درگیر کرده، همه الان مانع یک زندگی عادی برایش است. و اگر درمان نشود تا نهایتی که این فرد زنده است، بر خودش و بر خانوادش متاسفانه تاثیر بذاره. یعنی اون نفری که تصمیم میگیره که ای حرکت انتحاری را انجام بده، ای آسیب را به جامعه بزنه، با یک نسل کامل و شاید به چند نسل آسیب بله، میزنه. بله، اون دختری که در اون مدرسه بوده و جان سالم به در برده، ولی اون صحنه را دیده، این فرد میخواد فردا مادر شوه، میخواد پدر شوه، فکر میکنی روح روان سالمی داره؟ قطعا دچار مشکل شده و باید رسیدگی شود به این افراد و واقعا این افراد باید درمان شود. ما ظاهر سالم رو میبینیم که جان سالم به در برده از سانه، ولی روح روان از که نمیداریم. همین اختلالات گفتیم، هر آن ممکنه یک از این اختلالات را بگیره او فرد. بله متاسفانه. بله، اختلال دو قطبی پس علتاش یک ژنتیک میتونه باشه، عوامل محیطی گفتیم، ناملایمات خانوادگی، مشکلاتی که فرد تجربه میکنه، تروماهایی که فرد در محیط زندگیش تجربه میکنه، همه اینها با هم میتونه زمینه ساز این مشکل شود. خانم علیزاده، خب ما به عنوان یک فرد، یک مادر یا یک کسی که در اجتماع هستم، از کجا تشخیص بدم که این طفل ما یا این شاگرد مکتب ما یا کسی که ما با او در تعامل هستم بله. الان ممکنه که اختلال خدای داشته اختلال باشه. دقیقا به موضوع بسیار خوبی اشاره کردی خانم. به اینجا میخوام که علائم ای بیماری و یا اختلال دو قطبی را
گپ بزنیم که چه علائمی داره که من مادر کمی اولاد خود از زیر نظر بگیرم که شاید این مشکل داشته باشه، یا همینطور ماهایی که تجربه کرده مخصوصا در کشور ما که بسیار زیاد است متاسفانه، این یک مقدار هوشیارانه زیر نظر بگیریم که خود ما و کودک ما نکنم چی مشکل رو داشته باشیم. بله. و این دلیل نمیشه که من بگم برچسب بزنیم و بگین حتما این مشکل داره. نه، ببینین مهمترین علائم ایره که همونطور که از اسم ای بیماری پیدایه به نام دو قطبی، یعنی دو خصلت، یعنی دو خوی، یعنی که یک فرد دو شخصیت پیدا میکنه. خب یک دوره ای داره که بهش میگن دوره شیدایی یا به اصطلاح روانشناسی مانیک. در این دوره فرد خوشحاله، سرزنده، پر انرژیه، خوابش بسیار کم میشه، دوست داره که اما از صبح تاشون فعالیت کنه، دنبال فعالیت های لذت بخش، دنبال فعالیت های تفریحی، دنبال فعالیت هایی که به او لذت و شادابی بده. بسیار ایده داره، بسیار فکر داره، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، از این ایده به این ایده، از این فکر به این فکر، تصمیمات پشت حسد هم تصمیم میگیره که من امروز مثلا برم دکتر شوم، با سبا میگن نه دکتری خوبش، نه انجینیر شوم، با سبای دیگه میگن برم نرس شوم. مقصد تصمیم های متفاوتی میگیره، خوابش کم میشه، انرژیش زیاد میشه، سر حال و سرزنده هست. و معمولا نکته که در این قسمت وجود داره اینه که این رقم افراد چون بسیار میخواد ریسک بکنه و رفتارهای پرخطر را دوست داره تجربه کنه، احتمال این که به مواد مخدر، به الکل رو بیاره زیاده در این قسمت که دوره مانیک یا شیدایی را تیر میکنه. حالا وقتی که این دوره تیر میشه، این دوره خلاص میشه، ممکنه یک ماه، ممکنه یک هفته در بزرگسالان طول بکشه، باز در کودکان گفتیم که یک مقدار دورش کوتاه‌تر است. وقتی تیر میشه وارد دوره دیگه میشه به نام افسردگی. خب بازی دقیقاً برعکس دوره اول است. یک فرد یا یک کودک یا یک بزرگسال احساس غم، اندوه میکنه، بی حال است، بی حوصله است، خوابش زیاد میشه، گاهی از معده درد میناله، گاهی از سردرد میناله و به طور کلی علائم افسردگی رو پیدا میکنه. انرژی نداره، تحرکی نداره، ساکت میشه، کم حرف میشه. خب میمانه که این فرد واقعا اون فرد قبلی است؟ بله. بله. که در یک ماه پیش یا در یک هفته پیش این خصلت ها رو داشت و در این ماه و این هفته این خصلت ها رو داره. و نکته ای که باز در این قسمت اهمیت داره اینه که در دوره افسردگی افرادی که دارای اختلال دو قطبی هست، چون این حالت های کم تحرکی و بی حالی داره، احتمال اینکه به مرگ، به خودکشی فکر کنه بسیار بالایی. نام دوره چیست خانم؟ افسردگی دوره اول. اولی رو مانیک یا شیدایی و دوره دوم افسردگی. به همین خاطر به این بیماری شیدایی افسردگی هم میگن. اسم قدیمیش شیدایی افسردگی است که در دوره افسردگی احساس بی ارزشی، احساس بی کفایتی، احساس خود کم بینی، همه اینها رو با هم داره و فرد از خودش بیزاره. خب از وجود خیلی خودش خیلی خانم علیزاده پیچیده میشه از این لحاظ که خب اگر فرد افسرده باشم، ما به عنوان کسی که با او تعامل دارم یا او دکتر بالاخره داروهای افسردگی شاید بدم، من تعامل به نحوی باشه که با فرد افسرده است. بله. خب بازو دوره دیگهش کاملا متفاوت است. بله، به همین خاطر است که بسیار تشخیص این بیماری سخت‌تر است و باید تحت نظر پزشک باشه. چرا که همونطور که شما به نکته جالب اشاره کردین، با افسردگی اشتباه گرفته میشه. گاهی وقتا با در دوره مانیک با بیش فعالی اشتباه گرفته بله میشه. بله، چون در دوره مانیک دوره شیدایی گفتیم فرد پر انرژی و پر تحرک، گاهی وقتا پدر مادر یا پزشک تشخیص میده که این فرد بیش فعاله، ولی باز دوره بعدیش که شروع میشه باز تشخیص میده که این فرد افسرده است. پس بنابر این بیماری یا اختلال دو قطبی با اختلال افسردگی، با اختلال استراب، با اختلال بیش فعالی هم پوشانی داره که بسیار نزدیک به هم است. بله. و این بسیار یک تخصص بالاخره میخواد که ایرا پزشک تشخیص بده که بین اینها این فرد دچار اختلال دو قطبی است.
از لحاظ شیوه های درمان آیا میتونیم بگیم پس اختلال دو قطبی میتونه مجموعی از درمان های افسردگی و بیش فعالی باشه یا که کاملا متفاوته؟ بله، اینو باز با تشخیص پزشکی گاهی وقتا میتوانه فرد هم دو قطبی همراه با افسردگی داشته باشه، یعنی حتی در دوره شیدایی خودش توام نشانه های افسردگی هم داشته باشه، گاهی وقتا باز همون دوره افسردگی هم نشانه های بیش فعالی را داشته باشه. یک چیزی که هر دو را میتونه با هم داشته باشه. بسیار تشخیصش خب گفتیم با یک روان پزشک و یک متخصص هست که فرد را در ساعات طولانی یا مدت طولانی باید تحت نظر بگیره تا به تشخیص واقعی برسه که مشکل این فرد چی هست. پس پدر و مادر باید حساس باشن نسبت به این مسئله و اگر کوچکترین نشانه هایی را دیدن به یک فرد متخصص مراجعه بکنن برای که معلوم شوه که آیا خدای نکرده طفلشان این مسئله را داره و یکی نداره. بله، و نکته ای که قابل ارزش اینجا بگم که پدر مادر یه غم نباشه که فرض کنه یک کودک ما در کل یک خصلت شاد و پر انرژی است، یک روز مشکلی ممکن ایجاد داشته باشه، علتی ممکن داشته باشه که ناراحت و غمگین باشه. نگیم که حتما کودک ما اختلال دو قطبی داره، نه، این اختلال ادواریه، یعنی فرد یک دوره مانیک داره یک دوره افسردگی داره، باز یک دوره تکرار میشه، یک دوره مانیک داره. در نهایت کاری که روانشناس باید تشخیص بده، نه که یک فرد عادی مثل از ما بخوایم بگم که مثلا فلان طفل گرفتار است یا نیست. بله، من سوالات بعدی خودم را انشالله بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهم بود. بینندگان عزیز و محترم، یک میان برنامه ببینیم. خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان با برنامه خودتان، برنامه زنده روشن از تلویزیون جهانی هادی در خدمت شما دوستان بزرگواران هستیم. موضوع امروز برنامه اختلال دو قطبی در کودکان است. اگر کدام سوالی از کارشناس محترم برنامه خانم علیزاده دارید، از طریق شماره تماس مثبت 964-780-255-413 میتونید که همین الان هم با ما در تماس شوید و سوالات خودتان را روان بکنید. و همچنان اگر سوالات دیگر در موضوعات دیگر هم دارید که میخواید از کارشناس محترم پرسان بکنید، برای ما از طریق واتساپ و تلگرام بفرستید و بگویید که چه سوالی را از کدام کارشناس میخواهید که بپرسید. اما به ادامه گفتگوی خودمان میپردازیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده، روانشناس بالینی، روانشناس تربیتی از خواهی میکنم. خانم علیزاده، شما در مورد اختلال دو قطبی در کودکان صحبت میکنید، اما مسئله که الان شاید ذهن بسیار از پدرها و مادرها رو درگیر کرده باشه که این مسئله که یک مسئله حاد و بسیار جدی است برای از لحاظ روانی و زندگی فرد را تحت تاثیر خود قرار میده، آیا کدام راه درمان دارویی یا درمان رفتاری داره و یک من به عنوان پدر یا به عنوان مادر چه کار باید انجام بدم؟ بله، همطور که گفتم معمولا بیماری های روانی یا اختلالات رفتاری پروسه درمانش طولانی تر هست و ما باید واقعا صبور باشیم در این زمینه، چرا که مثل بیماری های جسمی نیست که با یک عمل و یا کدام قرص و دارو و پیشکاری درست شوه و درمان شوه. پس بنابراین بسیار نیاز به زمان داره که بهبود پیدا کنه. یکی از روش هایی که درمان داره اختلال دو قطبی دارو درمانی هست. بله، داروهایی که پزشک متخصص و یا روان پزشک با توجه به او وضعیت بیمار تجویز میکنه، با توجه به سن از او، با توجه به نوع رفتارها و نشانه هایی که این بیماری چه مقدار در او دیده میشه. ببینین بیماری های روانی طوری هست که از خود یک طیفی داره، درصدی که مقدارش کمتر است به ترتیب، در یکی ممکن است 3 علامت باشه، در یکی ممکن است 5 علامت باشه، در یکی ممکن است بیشتر باشه. این رقم نیست که مثل بیماری های جسمی بگیم یک سنگ دیده شده داخل کیسه صفرای فرد و این رویش درمان برای همه کسایی که سنگ کیسه صفرا داره، این رقم نیست. پس بنابراین ظرافت خاصی داره درمان بیماری های
و اختلالات رفتاری، به خاطر که برای هر فردی متفاوت. یکسان نیست بله که بگیم کلی کسایی که همه اختلال داره این می در درمانیش هست. بنابراین تعیین دوز از اون مقدار دارو به عهده پزشک است و مقدار که او نشانه های بیماری رو داره. بله خانم علیزاده، شما فرمودید که یکسان نیست و کاملا متفاوت هستن. من میخوام پرسان کنم که آیا ممکنه مواردی باشه که بیمار اختلال دو قطبی داشته باشه ولی کاملا عادی زندگی کنه، اصلا ما متوجه نشویم، و یا که برعکس موارد بسیار شدیدتر هم وجود بله. داره، ممکنه زندگیش کسی چگونه با خواهد نشانه بود؟ های بسیار کمتری زندگی داشته باشه، حالا مشکلات که تو زندگی قطعا داره بماند، ولی آنقدر شدید نیست که باعث انحلال یک زندگی شود. خب ولی ممکنه باز یک طیف گسترده تر شود، در یک فردی بسیار نشانه های بیشتر از وجود داشته باشه که باعث آسیب رساندن به یک زندگی مشترک یا به خود فرزندان از او خانواده میشه که اگر باید خانم جدی تر عزیزم گرفته مثلا شود. فرزندان یا خانم که در او زندگی یا مرد که در او زندگی هستن کاملا بپذیرن فرد با چنین شرایطی، بگن که خب منم پدر ما مادر ما این مشکل را داره، همسر ما این مشکل را داره، من کنار میایم با او، خب دیگه مشکل اجتماعی زندگی ایجاد نمیشه، پس ما میتونیم بگیم در این شرایط دیگه مشکلی وجود نداره و خب ممکنه نیاز به درمان خانواده هم ممکنه نیست. در کنار بیای، ولی اگه اجتماع چی؟ این فردی که این مشکل داره خب در خانواده تحمل میکنه، همسر خانواده فرزندان پدر خود با همین مشکل با همین خوی خصلت میپذیره و او رو تحمل میکنه به هر حال، ولی خب این فرد بیرون اجتماع زندگی میکنه، کار میکنه، قطعا دیگران را آسیب میرسانه با اخلاق که داره، با این خلقی که گاهی وقتا بالاست گاهی وقتا پایین، قطعا باز آسیب میرسانه به دیگران. پس بنابراین اگر زودتر درمان شود خب هم خانواده راحت و هم اول خود فرد این مشکل بپذیره یا آگاهی داشته باشه که من این مشکل دارم و این مشکل من راه درمان داره و خودش حاضر شود به درمان کردن، چون باید خود میکانیسمی که دفاعی که فرد وقت انکار میکنه میگه نه من این مشکل ندارم، بله شما فکر میکنید من مشکل، شما مشکل دارین، من مشکل ندارم، مشکل از من نیست. پس بنابراین اول خود فرد بپذیره و برای درمان قدم برداره، چرا که در درمان های که در اختلالات وجود داره یک طرف درمان بیمار است، یک طرف درمانگر است یا همون پزشکی درمان میکنه و یک طرف دیگه خانواده است، یعنی این سه تا فرد یا این سه عنصر باید با هم در تعامل در همکاری باشه تا پروسه درمان نتیجه بگیره. اگر خود فرد نخواد درمان شوه، هرچم درمانگر تلاش کنه هرچم خانواده تلاش کنه باز نتیجه نداره، و یا اینکه باز خود بیمار تلاش خوده بکنه درمانگر تلاش خوده بکنه ولی خانواده حمایت نکنه، خانواده صبوری نکنه، خانواده با او همکاری نکنه، باز هم به نتیجه نمیرسه. پس بنابراین یک روش درمانش با دارو درمانی هست که سعی میشه او احساسات و هیجانات او فرد بیمار کنترل شود، وقتی که در دوره شیدایی به سر میبره کنترل شود کمی، چرا که احتمال گرفتارهای خطرآمیز را بکنه ایجاد وجود داره. وقتی که در دوره افسردگی است باز با دو هیجانات افسردگیش کنترل شود که فرد دست به خودکشی و یا مسائل دیگه ای نزنه. خانم علیزاده میگن که مایل شنیدم که میگن بسیاری از افراد موفق مثلا هنرمندان کسایی هستن که این بیماری را داشتن و در او دوره شیدایی توانستن که آثار هنری بسیار خوبی را خلق کنن. خب این یک نحوه کنار آمدن با بیماریه، نمیشه گفت خب به جایی که یک فرد شروع با درمان بکنه سعی کنه که کنار بیای از این طریق؟ ببینین کنار آمدن روشی درمانی نیست که ما بگیم فقط با این فرد کنار بیاید، چرا که ممکنه در کنار این که حالا در دوره شیدایی خودش شاید گفتم که آثار رو خلق کنه یا کارهای، ولی خب میتونه کارهای مخاطره انگیزی رو هم انجام بده، میتونه به سمت مواد بره، میتونه بالاخره ریسک های خیلی خطرانگیزی رو هم انجام بده که باعث آسیب رسوندن و از بین رفتن خودش میشه. باز هم در دوره افسردگی هم باز باید کنترل شود، چرا که گفتیم این بیماری یک دوره ادواری داره، اگر یک دوره خلق بالایی داره پشتی از او یک خلق پایینی هم هست که اگر اونجا درمان نشه در خلق بالا و ما بگیم باید کنار بیاد، در خلق پایین هم باز به خودش آسیب میرسونه، در دوران افسردگی هم ممکنه به خود آسیب برسونه و باعث خودکشی یا مرگ خودش شود. درست.
بله خب پس گفتیم یکی دارو درمانی بود و یکی دیگر روش روان درمانی که معطوف بود به خود بیمار و درمانگر و خانواده که در تعامل باشن و او روش هایی که یک روان درمان پیشنهاد میکنه به خانواده که چه رقم با کودک خود برخورد کنه، چه رقم رفتار از او رو کنترل کنه، کل دیگه از اینا میتونه موثر باشه به شرطی که هر سه این عامل با هم دیگر در حالا کنار شما هم خانم باشه. علیزاده به عنوان یک فردی که روانشناس تربیتی هستید، اگر که الان بینندگان محترم ما یک طفل رو داشته باشن در خانه که احتمال این مسئله برش وجود داره یا که ثابت شده، چه توصیه ای میکنید که به عنوان توصیه اصلی که در خانه با طفل خود رفتار بکنن انجام بده؟ بله، اول اینکه اگر در طفل خود یک همچین نشانه هایی رو دیدین که احتمال میدین که شاید کودک شما هم این مشکل داشته باشه، اول از همه صبور باشی، چون واقعا صبر اینجا بسیار شرط مهمی هست، چون گاهی وقتا ما صبور نیستیم و متاسفانه به جایی که بزنیم درمان کنیم یک بیماری دیگر هم به او مضاعف میکنیم، کودک خود لات و کوب میکنیم یا سرز و فریاد میکشیم یا فحش و دشنام میدیم و باعث میشیم که علاوه بر کوی بیماری رو داره باعث میشه که اعتماد به نفس از ما از بین ببریم. پس بنابر این اول درجه اولی که صبور باشیم، دوم که هوشیار باشیم، یک پدر مادر اولاد خود زیر نظر میگیره که لحاظ رفتاری چه خلق و خویی دارم یا اولاد ما، و اگر ببینه که غیر نرمال است یا ببینه غیر طبیعی است یا ببینه کمی نشانه ها را داره، گاهی وقتا خوش است و گاهی وقتا ناخوش است و به طور ادواری می چرخه می رقم است، احتمال میده که می بیماری داشته باشه، بنابراین در مورد از او آگاهی کسب کنه، مطالعه کنه، مشورت کنه، پیش پزشکی جایی مراجعه کنه که کودک خود از هم خردسالی سعی کنه درمان کنه که وقتی بزرگسال بشه خب قطعا درمانش سخت‌تر میشه. در کودکی اطفال میشه با همین روان درمانی مشاوره با روش هایی که یک روانشناس پیشنهاد میکنه برای کنترل رفتار کودک درمان کرد، ولی خب اگر این بزرگسال شه قطعا باید دارو مصرف کنه. خب خود دارو هم باز عوارضی رو داره، چرا که اون موقع سخت‌تر میشه یک فردی رو درمان کرد با روش های رفتار درمانی. خب تا کودک باشه مداخله خانواده چون بیشتر هست راحت تر میشه درمان کرد، و یک کودک خب منعطف و انعطاف پذیره و قطعا رفتاری که ما به او پیشنهاد میدیم، کاری که به او میگیم گوش میکنه و انجام میده، ولی یک فرد بزرگسال شما نمیتونید او منعطف نیست که به این رفتار انجام بده، قطعا مقاومت میکنه یا انجام نمیده یا این کار میکنه بیماری خوده. و اساسا یک چیزی که در بزرگسالی معمولا خوی ها در جان آدم میشن، بله دیگه، ثبات که در پیدا کودکی میکنه. قابل تغییر است در بزرگسالی، ثبات شخصیت پیدا میکنه و در بزرگسالی سخت تر است. و یکی دیگر این که کودکان خود سرگرم کنن، یعنی اون وقتی که کودک حالتی اون شادی و نشاد و پر انرژی که دارم سعی کنم سرگرم کنم با بازی ها و یا کارهایی که خطرآمیز نباشه، و وقتی کودک من با در حالت افسردگی قرار داره بازم کودک خود سرگرم کنم با تفریحات، با اون بازی های لذت بخش کودکانه که کودک من از اون حال هوای افسردگی خود خارج شوه، او را به حال خودش رها نکنیم. یه حرف کلی ما اینه که به حال خودش رها نکنیم که ممکنه در دوره شیدایی خطر آفرین باشه و در دوره افسردگی هم باز خطر خود دیگر داره. بله بسیار تشکر از شما. باز نکاتی که خانم علیزاده شما بیان میکنید ما را ذهنم را به این سمت میبره که چقدر نیاز هست که پدر و مادر بیویژه مادر یک فرد تحصیل کرده باشه، از حداقل های اطلاعات تربیت اولاد بهره مند باشه، بتانه که مطالعه بکنه در اینترنت، در کتاب ها، در مجلات و برای تربیت اولاد خود استفاده بکنه از این منابع. اگر که متاسفانه شیوه هایی که برخی از افراد نسبتا سنتی تر در کشور ما معتقد به او هستند که خانم تحصیل نداشته باشد، دخترها درس بله. نخوانند، مادرها بله. نباید که مطالعه داشته باشند، در خانه ششته باشند، به دانشگاه، مکتب نروند، اینمی روش ها در نهایت میتونه منجر به این شود که یک مادر بی‌سواد ممکنه که اولادش گرفتار بسیاری از امراض باشه، متوجه نشوه که طفل ما این مسئله را داره. یعنی که تصمیم هایی که در اجتماع گرفته میشه آسیب هایش ممکنه با تک تک افراد و در نهایت به کلیت اجتماع بله. بله چه؟ همین کسانی که همین تصمیم ها رو میگیره و محدودیت هایی که برای زنان در جامعه ایجاد میکنه قطعا آسیب های این اجتماع گریبانگیر خودشون خواهد شد. چرا؟ مادری که آسیب ببینه بله. اولادش آسیب میبینه، درست. اولادی که آسیب ببینه خانواده آسیب میبینه، و خانواده که آسیب ببینه جامعه آسیب میبینه. پس برمیگرده با چرخه به مادری که اگر آموزش ببینه، آگاهی داشته باشه و سلامت روحی و روانی داشته باشه قطعا منجر میشه به جامعه ای که دارای سلامت
روحی و روانی است. بله بسیار تشکر از خواهش شما میکنم. خانم علیزاده و همچنان از شما بینندگان عزیز و محترم هم بسیار تشکر میکنم که بیننده برنامه خودتان برنامه روشن از تلویزیون جهانی هادی بودید. حتما با ما در تماس شوید و اگر سوالی از کارشناس محترم و کارشناسان دیگر برنامه دارید حتما از طریق واتساپ و تلگرام برای ما روان بکنید. با همراهی کارشناس محترم خانم علیزاده از حضور شما مرخص میشویم. عزیزان در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.